محمد حسین آقاسی وکیل مدافع دختری که 10 روز پیش در تهران مورد ضرب و شتم زنهای گشت ارشاد قرار گرفت، اظهارات دادستان درباره سازمان یافتگی واقعه را نادرست می‌داند. و توضیحاتی رو که من مطرح کردم، تصورم این بود که مجاب شدن که به هیچ وجه این موضوع نه طراحی بوده و نه ساختگی. دلایل کافی و محکمی هم برای واقعی بودن این اتفاقات ارائه کردیم و قرار شد که از این به بعد به هیچ وجه علیه موکل من و سایرین جو سازی نشه. ولی امروز باز هم دیدم که یکی از مقامات ارشد قضایی متاسفانه عنوان کرده که این کار طراحی بوده و این فیلم برداری ساختگی بوده و غیره. من صرفا این مطلب رو برای کسانی که در جریان امور نیستن عرض کنم که یک بار گشت لحظاتی قبل از این واقعی که فیلمش منتشر شد به موکله من و بقیه یک تذکر مختصری میدن و از هم جدا میشن. گشت دنبال کار خودش میره و موکله من هم به اتفاق دوستانش وارد پارک میشن. چند لحظه بعد از اون باز به طرف اینها گسیل داده میشن و این اتفاقاتی که میبینید رخ میده و البته متاسفانه اهانت‌های غیر قابل تحمل به این دختر میشه که دانشجوی فوق لیسانس هست، نه از دختر رها شده و یا ولگرد بوده و نه یک آدم بی خانمان. آقای آقاسی که با بخش فارسی صدای آمریکا صحبت میکرد همچنین شرح داد که دفاعیات او مستند به چه مواردی خواهد بود. موکل من از این جهت که به عنوان عدم رعایت حجاب کامل، که البته حجاب او کامل بوده و من تکذیب میکنم، تحت تعقیب احتمالاً قرار میگیره که ما در اونجا دفاع میکنیم که دلایل هست، شهودی هم هست که حجاب ایشون کاملاً درست بوده. ولی شکایتی هم ما داریم در سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه کسانی که با تخطی از موازین قانونی و اختیاراتشون موکل منو و بقیه رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.